جهان امروز ما ناآرام است و نگرانی‌های نسل جوان بسیار. جامعه روزانه ما رو به چالشی نو دعوت می‌کنه و هر یک از ما در گوشه‌ای از این دنیا با مشکلاتی گوناگون مواجه هستیم. اگر فکر می‌کنید با پاک کردن صورت مسئله خود مسئله هم حل میشه و می‌تونید از مشکلات فرار کنید، شاید بهتره که دوباره فکر کنید. من نیکو هستم و با برنامه قاصدک از روزمرگی فرار میکنیم و این چالش های روزمره رو به میدان گفتگو میاریم. با هم در جستجوی پاسخ برای پرسش های اساسی هستیم. این برنامه صدا و دیدگاه های همه شما بینندگان جوان فارسی زبان رو دنبال میکنه. برای بحث و گفتگو در قاصدک با ما باشید. سلام و صد سلام به یکایک شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه خودتون قاصدک هستین. در یک شب زیبای دیگه خداوند باز همین فرصت رو به ما داده تا اینکه میهمان خانه های گرم شما باشیم و 60 دقیقه دیگر رو با شما دوستان عزیزم سپری بکنیم. امیدوارم که روز شنبه اول هفته برای شما روز خوبی بوده و شاید خیلیاتون الان خیلی خسته این روز خیلی پر مشغله ای داشتین و کلی کار کردین، دانشگاه رفتین، شاید مدرسه رفتین، شاید سر کار بودین، شاید الان یه خورده خسته این و داریم پیش خودتون میگین یک ساعت دو ساعت دیگه برم بگیرم بخوابم تا اینکه دوباره فردا رو شروع بکنم. اما این 60 دقیقه رو با ما باشین تا در مورد موضوع برنامه امشب صحبت بکنیم، از کلام خدا انرژی بگیریم و با هم کمی وقت بگذارنیم. موضوع برنامه امشب قاصدک برکاته. باشه که برکاتی رو که خداوند در زندگیمون میده به خاطر داشته باشیم. امشب میخوایم در مورد برکت‌های بیکرانی که خداوند به ما هر روز میبخشه صحبت بکنیم و در مورد این صحبت بکنیم که چطوره که ما بتونیم خودمون هم به دیگران برکت بدیم. با ما باشید و برنامه زنده قاصدک. گر با سحر خو کنی بانگ خدا را بشنوی، دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی. در آن سکوت جان افزا از عرش می آید صدا، گوش دیگر باید تو را تا آن صدا را بشنوی. چند بیت زیبایی بود که از مهدی سهیلی خوندم امروز و دوست داشتم این شعر بسیار زیبا رو به شما دوستان عزیزم در برنامه قاصدک تقسیم بکنم. همیشه بعضی اوقات میریم و شاعرانی رو شعراشون رو میخونیم و خیلی وقتا مرور میکنیم، دوباره میخونیم اونها رو که خیلی شاید به نظرمون شاعرای خیلی معروفی هن و ما بهشون عادت کردیم و فقط اشعار اونا رو میخونیم. با همکارانم قبل از آغاز برنامه صحبت میکردیم در این مورد و در مورد اشعار مختلفی که خوندیم و خب اکثرا شاملو میخونیم، سهراب سپهری میخونیم، فرو فرخزاد، فریدون مشیری و و و خیلی دیگر از شاعرانی که خیلی خیلی معروف هستن و همیشه تا اسمشون رو میگی حداقل یکی دو تا از شعراشون رو از حفظ به یادمون میاد. و خیلی از شاعرها هست که من واقعیتش رو بگم باید اعتراف بکنم خیلی از شعراشون رو نخونده بودم و برام خیلی جالب بود وقتی که به یک وبسایتی رفتم و دیدم که اشعار بسیار زیبای شاعران فارسی زبان رو گذاشته اونجا و شاعرایی که من هیچ وقت از خیلیاشون اصلا نشنیدم و چه اشعار بسیار زیبایی رو دارن این عزیزان و فرصتی دیدم برنامه قاصدک رو تا با هم دیگه اشعار مورد علاقمون رو تقسیم بکنیم و اونها رو بخونیم در برنامه و لذت ببریم. اگر شما دوستان عزیز شاعری هست که شعرهای این شاعر مورد علاقه شماست حتما اونها رو برای ما بفرستید، اجازه بدین که ما هم از این اشعار زیبا لذت ببریم و میتونیم اونها رو در برنامه قاصدک بخونیم. یا اینکه شما دوستان عزیز خودتون میتونید تماس بگیرید، شعرهای قشنگ رو بخونید در برنامه. اگر خودتون طبع شاعری دارید و شعر میگید خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم و اشعار قشنگتون رو شما با ما تقسیم بکنید. چرا در مورد برکات میخوایم صحبت بکنیم؟ تا حالا شده یه روز صبح از خواب بیدار بشین و از هیچ چیزی توی زندگیتون راضی نباشین؟ از صبح که بیدار میشین به این فکر بکنین که وای یه روز دیگه هیچ چیزی اونطوری که من میخوام نیست، از اول صبح عصبانی. بعضی اصلا کلن صبح اعصاب ندارن مثل خود من، ساعت 10 که میشه بعد اعصابشون قشنگ میاد سر جا،
بعضی اصلا صحبا دوستان صحبت نکنن. ولی من اون روزا رو نمیگم که برامون عادیه. بعضی روزا هست که با اینکه روز خیلی عادیه، هیچ مشکلی هم نداریم، صبح از خواب بیدار میشیم و اصلا کلن اعصابمون به هم ریخته است. از هیچ چیزی خوشحال نیستیم. احساس میکنیم که همه چیز توی زندگی ما داره به اون سمتی میره که ما نمیخوایم. همه چیز اعصابمون رو خرد میکنه. حتی اگه درو بعد دوبار تکون بدیم تا باز بشه، حتی اگر که اتوبوس یک دقیقه دیر بکنه، حتی اگر اینکه هوای خورده ابری باشه و سرد، به هر چیزی که توی اون روز اتفاق میفته و میبینیم اعصابمون داغون و هرس میخوایم از دستش. من ادامه نمیدم بیشتر چون تماسی داریم. سلام میکنیم به شما دوست عزیز. الو، درود بر شما خواهر. درود بر شما. بفرمایید. من کامران هستم خواهرم. یک صحبتی رو داشتم که فکر میکنم خیلی مهم هستش و باید با شما داشته باشم. خیلی هم نزدیک به بحث شما از جهتی اینه که ما نعمتهای خدا، برکتهای خدا خیلی هاش برای ما آشکاره و بعضی هاش خیلی شاید حالت در واقع مخفی و پیچیده داشته باشه. خیلی موقع ها از اینکه بین بعضی از فرق مسیحی اختلاف وجود داره تعبیر میشه به در واقع یک امر منفی، ولی من اینو یک امر مثبتی میدونم، چون خودم به عنوان یک کاتولیک وقتی که نگاه میکنم میبینم زمانی که کاتولیک بود، یعنی هنوز در واقع تفکیک شده بود، پروتستانتیسم و اینا به وجود نیامده بود، ایمان دینی خیلی قوی تر بود، خیلی عمیق تر بود و مردم قدر این ایمان رو هنوز نمیدونستن. اما با اومدن پروتستانتیسم و شخصی شدن ایمان و به حاشیه رفتن دین و ابزار شدن اون، ما میبینیم که الان تازه ما متوجه میشیم که این کاتولیک چقدر خوب بوده و چقدر سیستم درستی بوده برای تفکر. پس ما این برکت رو میفهمیم، ارزش کاتولیک رو میفهمیم و میفهمیم یعنی پروتستانتیسم به عنوان یک انحراف لازم بود بیاد تا کاتولیک ارزش و شأنش مشخص بشه. این به نظر من یک نعمت خیلی بزرگه، اینو ما بهش توجه کنیم خواهرم. مرسی برادر کامران که تماس گرفتین. اجازه میدین من صحبت بکنم؟ دوست دارم در پاسخ به شما. الو، بله دوست عزیزمون قطع کردن، ولی مرسی که تماس گرفتین. من دوست دارم در این مورد با شما صحبت بکنم، ولی من داستانم رو ادامه میدم، برمیگردم به صحبت برادرمون کامران. من داشتم میگفتم صبح که از خواب بیدار میشیم از هیچ چیزی شاد نیستیم. تا حالا حتما از این روزا داشتین، روزایی که هیچ چیزی بر وفق مرادتون نیست. توی اون روزا، اون روزایی که خیلی عصبانی هستین، اون روزایی که اصلا هیچ چیزی اونطوری که میخواین نیست، آخر اون روز چه حسی دارید؟ آیا احساس نمی‌کنین که تمام روزتون به هدر رفته؟ آیا احساس نمی‌کنین که خسته شدین از عصبانی بودن؟ آیا احساس نمی‌کنین که اون روز رو نابینا گذروندین و چشمتون رو به روی همه زیبایی‌ها بستین؟ من از اون روزا داشتم. و اگر شما هم با خودتون کمی صادق باشین، حتماً به خاطر میارین اون روزا رو. اون روزایی رو که اصلاً شاد نبودین. دلیل خاصی هم نداشتین برای اینکه شاد نباشین. فراموش کردیم که چقدر خوشبختیم که همون روزو داشتیم و قدرش رو ندونستیم. برادر عزیزمون کامران گفتش یکی از برکات، اگر اشتباه نکنم، گفت خودش برکت تفاوت بین فرقه های مسیحی. متاسفانه من خیلی ربط صحبت شما رو به موضوع ندیدم، ولی شما فرمودین که قدیما وقتی که فقط کاتولیک وجود داشت، اگه درست متوجه شده باشم صحبتاتون رو، خیلی همه قدر ایمان رو میدونستن، ولی الان پروتستان به حاشیه رفته. بعد عزیز، من از صحبتای شما کاملا متوجه میشم که مثل اینکه شما خیلی به حاشیه ها چسبیدی و به جای اینکه به اصل ایمان مسیحیت توجه بکنیم، ما میریم سراغ دوباره فرقه ها و نمیدونم شاخه ها و نمیدونم این بهتره اون بده، اون نمیدونم این کارو کرده، یا ما حالا این فرقه خوب نیست، اون فرقه اینو میگه. به نظر من اینا خودشون حاشیه‌ان. اون چیزی که مهمه بین ما خواهر و برادرای ایماندار مسیحی، اصل ایمانمون در عیسی مسیحه. و به خاطر اینکه به همدیگه احترام بذاریم، نه فقط به خواهر و برادران مسیحی کاتولیک، بلکه به پروتستان ها و به هر فرقه دیگه ای حکم میکنه که ما خیلی با حساسیت زیادی در مورد این مسئله صحبت بکنیم، و اگر هم نظری داریم، این نظر رو با لطافت
بازگو بکنیم و حتما اجازه بدیم که طرف هم در موردش صحبت بکنه و بحث بکنه. البته این برنامه امشب جایی نیستش که ما بخوایم در مورد تفاوت بین فرقای مسیحیت صحبت بکنیم. برنامه‌های زیاد دیگری رو میتونیم برای شما دوستان عزیزم تهیه بکنیم، در این باره صحبت بکنیم. کشیشان عزیز رو میتونیم دعوت بکنیم تا اینکه این موضوع رو باز بکنن، در این مورد صحبت بکنیم و شما دوستان عزیزم تماس بگیریم و نظرات خودتون رو با ما تقسیم بکنید و عنوان بکنید سوالاتتون رو و یا نظراتتون رو. ولی اساس برنامه ما بیشتر مربوط به وجوه اشتراک بین فرقه های مسیحی و باورهای مختلف مسیحیه. ما هیچ وقت روی تفاوت ها نمیایم تمرکز بکنیم و اونها رو بزرگ جلوه بدیم، بلکه تمام تمرکز ما روی اشتراک فرقه های مسیحیت است و با این وسیله هستش که میتونیم همدیگر رو بنا بکنیم و در اتحاد با یکدیگر بمونیم. در حال مرسی از شما برادر عزیز که این برنامه رو تماشا میکنید و مرسی از این که با ما تماس میگیرید و نظرات خودتون رو با ما تقسیم میکنید. ما به همه فرقه های مسیحیت احترام میذاریم و فراموش نکنید که شبکه سنت سبن پارس از هیئت مدیرانی تشکیل شده که با توجه به تمامی کلیساها برنامه های این شبکه رو هدایت میکنن و ما در برنامه هامون سعی میکنیم که نه تنها به تمامی فرقه ها احترام بذاریم، بلکه نکات مشترک و بسیار مهم و اساسی مسیحیت رو روشون تمرکز بکنیم و تعلیمات بر اساس کتاب مقدس رو به شما دوستان عزیزم ارائه بدیم. مرسی که تماس گرفتین. تماس دیگری داریم. سلام میکنیم به شما دوست عزیز. سلام بفرمایید، از کجا تماس میگیریم؟ وقتتون بخیر. از ایران تماس میگیرم، بابک هستم. از ایران برادرمو بابک، بفرمایید. اولا که خیلی ممنون، برنامه‌تون خیلی قشنگ بود. من چون دیدم حرف دل خودم رو داریم میزنیم، گفتم فقط زنگ بزنم، زیادم وقت روز نمیگیرم. این رخوت و کسالتی گفتیم بعضی وقتا با آدم دست میده، مثلا آخر شب با خود فکر میکنیم خب من امروز چه کار کردم، این زندگی مثلا چه فایده ای داره. این دقیقا همون حرفی که شما زدی، این به خاطری ما قدر بعضی از نعمتهایی رو که داریم نمیدونیم. یعنی اون نعمت مثلا میگم سلامتی رو وقتی از ما میگیرن، بعد اونو بخوام با چنگ و دندون اونو دو دفعه پس بگیر، اون موقع قدرشو میدونیم. دقیقاً من مثلا بعضی شبا بود، چون تازه الان یه مریضی داشتم، الان خوب شدم خدا رو شکر. این چند وقت بود اصلا با خودم کسل بودم، همین میگفتم چرا اینجوری فلان. حالا که دارم مریضیم خوب شده، الان با خودم میگم خب الان میتونم برم بیرون درس بخونم، با بچه‌ها برم اونو ورزش کنم. چون جوونا تو ایران، حالا اونجا هم که حتما همینجوری، خیلی طرف رو ورزش و خیلی همه ورزشکارن. این دور زمانی که دیگه همه جوونا میره بیرون ورزش کنن، از شما هم یه تقاضا دارم، اگه امکان داشته از مدیر شبکه میخوان که حتما یه برنامه ورزشی برای ما جوونا بذارید. من خودم وقتی میشتم با برنامه دوست دارم یه برنامه ورزشی هم تو شبکه قشنگ شما ببینم. خیلی الان نگاه کنید، بهترین برنامه ایران اگه بهتر می‌دونید برنامه 90 ورزشیه، چون این برنامه ورزشی جوان‌ها خیلی دوست دارن. این الان که تو برنامه‌تون بگنجونه خیلی خوب میشه. حرف من این یه کلام که ما قدر نعمتی و اون چیزی که داریم رو نمی‌دونیم، بعد بعضی وقتا احساس پوچی می‌کنیم. اگه قدر اون رو بدونیم و بفهمیم که چی داریم، هیچ وقت احساسو بده از دست نمی‌دیم. مرسی از شما. ممنون. مرسی از شما، کاملا با شما موافقم. مرسی که تماس گرفتین. بله، مرسی از برادرمون بابک و خدا رو شکر که جوانای کشور عزیزمون دنبال ورزشن و برادرمون بابک اینقدر ورزش رو دوست داره. ما تلاش میکنیم که برنامه‌های رو برای شما عزیزان تهیه بکنیم که ورزشی هم باشن، که جوانای عزیز از این برنامه‌ها لذت ببرن. ما در صدد این هستیم که یه همچین برنامه‌هایی رو برای شما تهیه بکنیم و اونها رو پخش بکنیم. در حقیقت برنامه‌ای هست که داریم روی اون الان کار می‌کنیم، یک مستند ورزشیه که امیدواریم به محض اینکه آماده بشه برای شما دوستان عزیزان پخش بکنیم. دعا بکنید شما هم برای ما تا اینکه برنامه‌هایی رو که خداوند هدایت می‌کنه بتونیم تهیه بکنیم و این برنامه‌ها رو برای جلال دادن نام خداوند و بنای ایمان شما و رشد ما در مسیح برای شما دوستان عزیزم پخش بکنیم. حرف خیلی قشنگی زد برادرمون بابک، گفت وقتی که سلامتیم قدر این سلامتی رو نمیدونیم. وقتی سلامتی رو به دست میاریم، حالا به هر قیمتی اون رو به دست میاریم دوباره، اون وقتی که میفهمیم اون موقع که سلامت بودیم چقدر ناشکر بودیم و شاید قدر اون سلامتیمون رو نمیدونستیم. دوستان، مشکل اینجاست که خدا هر روز به ما برکت میده، برکت هایی که گاهی وقتا ما اصلا نمیتونیم اونا رو بشماریم چون شمارششون از دستمون خارج میشه و ما اونها رو فراموش میکنیم. ما همیشه به فکر اون چیزایی که نداریم هستیم،
ولی به فکر اون چیزهایی که داریم نیستیم و این برکت‌های خوب خداوند رو فراموش می‌کنیم. به خاطر همین روزای بد داریم. به خاطر همین روزایی رو داریم که احساس می‌کنیم هیچ کاری از پیش نبردیم. به خاطر همین بعضی اوقات ناامید و دلسرد و ناراحت و عصبانی هستیم. چون اون چیزهای کوچیک و قشنگ و برکت‌های پر از واقعاً قیمت‌های بالا، ارزش‌های بالا رو فراموش می‌کنیم و اصلاً نمی‌بینیمشون. می‌چسبیم به هزار تا چیز که نیاز داریم. و به خاطر همین خودمون رو به اعماق افسردگی فرو میبریم. خدا برکت میده که نه تنها زندگی های خوبی داشته باشیم، بلکه از این برکات استفاده بکنیم برای جلال دادن نام اون و فرزندانی شاد باشیم در اون و این شادی رو به دیگران ما در حقیقت انتقال بدیم. جالبه، من در یک موعظه میشنیدم، این موعظه بسیار زیبا، که کشیشی میگفتش که خدا وقتی به ما برکت میده، این برکتی که به ما داده باید به دیگران یه برکتی بهش برسه. چه فایده داره ما فقط همه برکت‌های خدا رو بگیریم و از ما هیچ برکتی به مردم نرسه. دیدم حرف خیلی قشنگی میزنه. ما همش خواستای این هستیم که خدا به ما برکت بده، خلق خدا به ما برکت بدن، یه برکتی به ما از هر جایی برسه، اما خودمون حاضر نیستیم باعث برکت دیگران باشیم. امشب با هم دیگه میخوایم چند آیه بخونیم از کلام خدا، از اینکه شکرگزار باشیم، برکاتمون رو فراموش نکنیم و صبح که از خواب بیدار میشیم یا اون لحظه که ناامیدیم، به این فکر بیافتیم که خداوند ما رو دوست داره و هزاران هزار برکت توی زندگیمون بهمون داده که خوب اونا رو حتی بنویسیم که فراموش نکنیم و با وجود این برکات زندگی‌های شادی رو سپری بکنیم. با هم میریم اولین موزیک ویدیو امشب رو میبینیم. شما دوستان عزیز هم کمی فکر بکنید به اینکه برکت بزرگی که شما توی زندگیتون دارید چیه؟ برای چی میخواید خدا رو شکر بکنید؟ میتونید تماس بگیرید با ما و به ما بگید که چیه که برای شما توی زندگیتون برکت خیلی بزرگیه و شما خداوند رو به خاطر اون شکر میگید. امیدواریم که به این فکر بکنیم که خداوند چه چیزایی رو به ما داده. ما همیشه به این فکر میکنیم که چه چیزایی رو نداده، ولی امشب به این فکر بکنیم که چه چیزایی خوبی رو بهمون داده و ما آدمایی هستیم که واقعا قدرش رو نمیدونیم و امشب حداقل شکرگزار باشیم. با همین موزیک ویدیو زیبا رو میبینیم، برمیگردیم، همچنان با شما دوستان خوبم هستیم، پس با ما باشید. تو او دوست او دوست او
سر خدا پر شکوهی پر جلالی شاه شاهان پر ساز خلقا را پر شکوهی پر جلالی شاه شاهان پر ساز خلقا بله، امیدوارم شما دوستان عزیز از این موزیک ویدیو زیبا لذت برده باشید. من خودم بارها بارها این موزیک ویدیو قشنگ رو از طریق یوتیوب میذارم و تکرارش میکنم و گوش بهش میدم در طول روز. امیدوارم که شما هم اگر این آهنگهای قشنگ مسیحی رو دوست دارین، آهنگهای زیبا رو، موزیک ویدیوها رو، حتما سری به یوتیوب Sassavan Pars بزنید، یوتیوب چنل ما رو میتونید بهش سر بزنید و آهنگهای مورد علاقه خودتون رو تماشا بکنید و بهشون دسترسی داشته باشید در هر وقتی که خودتون تمایل دارین اونها رو تماشا بکنید. همچنین شما دوستان عزیزمون میتونید به وبسایت جدید Sassavan Pars سری بزنید، در قسمت پادکست و صدا و موزیک های مسیحی مورد علاقه خودتون رو دانلود بکنید در چند دقیقه و آهنگ‌های قشنگ رو بتونید در اوقات فراغت خودتون بهشون گوش بدین وقتی که خودتون تمایل دارید و وقتش رو دارید. میخوام یه شعر زیبا رو براتون بخونم که به موضوع امشبمونم کمی ربط داره، که میگه هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود، افتاده ز روی تو در آینه دل عکسی که به هیچ وجه زائل نشود، یارب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن، با من مکن آنچه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبت آن کن. شعر بسیار زیباییه به خاطر اینکه میگه خدای من لیاقت ندارم، اون کاری رو که باید به خاطر لیاقت من هست رو انجام نده، چون ما لیاقتمون چیزی نیست، لیاقت ما مرگه، لیاقت ما تنبیه اساسیه. میگه خدای اون چیزی که از لطف و کرم توه و از تو هست با من بکن، و اون هم محبت خداونده، چون خداوند ما رو بیش از اندازه دوست داره و خداوند رو شکر میکنیم. این یک برکته، عشقی که خداوند نسبت به ما داره برکت بسیار بزرگیه، عشقی که در تمام لحظه های زندگیمون نسبت به ما داره. کلام خدا به ما میگه که به هر جای دنیا که بری، حتی به انتهای عالم که بری، من با تو هستم، هرگز تو رو ترک نمی کنم، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. ببینم به نظر شما این برکت بزرگ نیست؟ چند نفر توی زندگیتون میشناسین که بهتون میگن نیکو یا برادر من یا خواهر من، هر جای این دنیا که بری من با تو هستم و تو رو تنها نمیذارم؟ تعداد این آدما خیلی کمه. تازه خیلی هاشون سر قولشون نمیتونن بمونن. ما نمیتونیم به این وعده هاشون، به این قول هاشون تکیه بکنیم، چون شاید وفا نکنن.
اما خدای ما وعده میده، میگه من هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم تا انقضای عالم با تو هستم و دوستت دارم. و این وعده ایه که یه برکته، به ما اعتماد به نفس میده، به ما آرامش میده، به ما احساس امنیت میده، احساس میده که ما یک پشتیبان بسیار قوی داریم در هر شرایطی که باشه، مهم نیست چون خدا گفته ترکم نمی کنه. اون روزای بدمون، ای کاش این جمله ها، این وعده های قشنگ کتاب مقدس رو به خاطر بیاریم. در کلیسای ما موعظه های بسیار قشنگی میشه و کشیشمون گفتش که ما بعضی اوقات میگیم که آمین که خدایا وعده های خیلی خوبی داری. آیا این وعده ها رو میدونیم؟ ما فقط میگیم خدایا شکرت به خاطر این وعده ها، به خاطر این برکت ها. آیا میدونیم این وعده ها و برکات چی هستن؟ آیا اونها رو برای خودمون یادآور میشیم؟ مرور میکنیم؟ یاد خودمون میاریم؟ فکر نمیکنم. کمتر پیش میاد. نمیخوام بگم همه این کارو نمیکنن یا همه این کارو میکنن. نه. بعضیا چرا این کار رو انجام میدن؟ آدم های شکرگزاری هستن. بعضیامون نه، یادمون میره. بعضیامون بیشتر تمرکز میکنیم روی منفی های زندگیمون و هیچ وقت اون مثبت ها رو نمیبینیم. عزیزی که در پشت صحنه قاصدک زحمت میکشه و الان پشت یکی از این دوربیناست، داستان بسیار زیبایی رو برای من لحظاتی پیش تعریف کرد در مورد برکت و من دوست دارم این داستان قشنگ رو با شما تقسیم بکنم. پسری بود که در کنار یک رودخونه روی نیمکت نشسته بود و پول نداشت، فقیر بود، کفش نداشت که پا کنه. همونطور که نشسته روی نیمکت پاهاشو قایم کرده و به آسمون نگاهی میکنه کنار رودخونه و میگه خدایا یه جفت کفش به من بده که من دیگه اینقدر خجالت نکشم از اینکه کفش ندارم پام کنم. و در همون لحظه وقتی که سرش رو برمیگردونه به پایین و به رودخونه نگاه میکنه، میبینه یک مردی که اصلا پا نداره روی یه ویلچر داره میاد از کنارش رد میشه. اون لحظه است که دوباره به آسمون نگاه میکنه، میگه خدایا شکرت که من پا دارم. اون وقت میگه آخش و پاهاشو راحت دراز میکنه. خیلی چیزا داریم که قدرشون رو نمیدونیم. داستانی هست که میگه دختری موهای بسیار بسیار زیبایی داشت. هر روز وقتی که میرفت مدرسه فقط یک ساعتی فقط به این موها ور میرفت و این موها رو شیک میکرد، خوشگل میکرد تا اینکه بره مدرسه. بزرگتر شد، وقتی که وارد دانشگاه شد، قبل از اینکه بره دانشگاه یک ساعت فقط وقت صرف میکرد تا اینکه این موها رو بزک بکنه و این موهای خوشگل رو درست بکنه و بره مدرسه. همه میدونستن که این دختر موهای خیلی قشنگی داره. این داستان واقعی دوستان. ولی بعد از مدتی به این دختر خبر میدن که سرطان داره و به خاطر شیمی درمانی همه موهاش رو از دست میده و شروع میکنه به استفاده کردن از کلاه‌ها و خیلی از چیزایی که سرش رو بپوشونه، روسری، شال، هر چیزی تا اینکه سرش رو بپوشونه، چون دیگه مویی نداشت که بخواد نشون بده. و خیلی جالبه، یه روز میره سر کلاس و دو سه تا از همکلاسی‌هاش میگن که وای عجب روزی، بارون اومد، موهامون خیس شد، اصلا موهامون قشنگ نیست، روز بدی داریم، موهامون اصلا خوب نیست. خیلی جالبه، نگاه میکنه میگه روزی که مو داشته باشی، حتی اگر موهات به هم ریخته و خراب باشه، خیلی بهتر از روزیه که هیچ مویی نداشته باشی. آیا قدر سلامتیمونو میدونیم؟ قدر زیباییمونو میدونیم؟ برکت بزرگی رو که خداوند بهمون داده؟ قدر وقت و زمان رو میدونیم؟ سال جدید میلادی به زودی شروع میشه. هر وقت به تقویم نگاه میکنم میگم خدایا چقدر زود میگذره. امروز 30 نوامبره، فردا اولین روز ماه دسامبره و یک ماه دیگه بیشتر از امسال نمونده. و وقتی که به گذشتمون نگاه میکنیم، به 11 ماهی که گذشت نگاه میکنیم، پیش خودمون میگیم من هیچ کاری انجام ندادم. آیا به یاد داریم تمام چیزهای خوب و گرانبهایی که خداوند در طول این 11 ماهی که گذشت بهمون داد؟ آیا شکرگزار هستیم به خاطر همه چیزهای قشنگی، برکات و فرصتهایی که خداوند بهمون داده؟ خیلی راحته گفتن که خدایا مرسی به خاطر برکاتی که بهمون میدی، اما به نظر من کافی نیست. ما باید یاد خودمون بیاریم و از خداوند به خاطر تک تک اون برکات دونه دونه تشکر بکنیم. بعضی وقتا یه سری از چیزا توی زندگیمون هستن که خوب نیستن، یعنی به نظر ما منفین، اما خود اون چیزای منفی برکتن. برای مثال غر میزنیم، میگیم باید کلی مالیات بپردازیم. خدا رو شکر که باید مالیات بپردازیم، چون یعنی حقوق بالایی میگیریم که باید به
دولت مالیات بدیم، یعنی کار داریم، حقوق داریم، شغل داریم، میتونیم امرار معاش کنیم. میگیم که چقدر بده که باید هر ماه اجاره خونه بدم، خدا رو شکر که باید اجاره خونه بدیم. این یعنی یه سقفی بالای سرمونه. خدا رو شکر که گرسنه نمیشیم، یعنی میتونیم غذا بخوریم. بعضی ها هستن که بیمارن، حتی نمیتونن یه لقمه رو راحت قورت بدن. خدا رو شکر به خاطر هر چیزی که بهمون داده. خیلی جالبه، من آیه بسیار زیبایی رو در پیدایش خوندم، تصادفی من این آیه رو خوندم، خیلی جالبه و چقدر به موضوع امشب ما ربط داره. همونطور که داشتم به موضوع برنامه در طول هفته فکر میکردم و برای خودم یه برگه گذاشتم جلو، گفتم خب بیا از خودمون شروع بکنیم و شروع کردم شماره 1 که خداوند چه برکتی به من داده، تمام برکاتی که توی زندگیم دیدم شروع کردم به نوشتن. به شماره 20 و چند که رسیدم خسته شدم، گفتم خب اگه بخوام ادامه بدم، خب خیلی دیگه، خودش میدونه، خدا میدونه، آیا من میدونم؟ من یادم هست؟ بعضی وقتا میگیم خدا من یکی رو نمیبینه، اصلا به هر چی آدمه، اطرافیانه، کلی برکت میده، اصلا از این طرف از اون طرف هر چی برکت آسمانی جاریه در زندگی مردم، الا من یکی، خدا هیچ برکتی به من نمیده. من فکر نمی کنم این درسته، چون خدا در کلامش میگه من به تو برکت میدم و تو باعث برکتم میشی. پس اگر فرزند خداییم، برکات خدا هم در زندگیمون خواهد بود. در پیدایش باب 12 کلام خدا میگه که من به تو قومی کثیر خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد، من تو را برکت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد، لذا تو خودت مایه برکت خواهی بود. کلام خدا خودش داره میگه به تو برکت میدم تا تو مایه برکت برای دیگران باشی. چه فایده داره؟ خدا همه خوبی ها رو بهمون بده، همه برکات و عطایا رو بهمون بده، ولی ما مایه برکت دیگران نباشیم. خدا همه ثروت عالم رو بهمون بده، برکات مالی بهمون بده، ولی ما حاضر نیستیم یه پاپاسی از این برکات رو بدیم به کسی که مشکل مالی داره، فقیره. خدا این همه بهمون وقت میده، حاضر نیستیم یک دقیقه از وقتمون رو، از این برکت بزرگ رو برای همدردی، دلسوزی، کمک به دیگران صرف بکنیم. خدا بهمون برکت میده که شغل داریم، مقام داریم، هیچ خیلی از ما به هیچ کس دیگه نمیرسه. خب چه فایده داره؟ مردم نمیگن چه آدمیه که فقط بلد بگیره، بلد نیست چیزی به دیگران ببخشه. ما خوب دوست داریم هدیه بگیریم، برکت بگیریم، اما وقتی زمانی میرسه که میخوایم یه چیزی از خودمون به دیگران ببخشیم، واویلا، سخته. بخشیدن سخته، از وقتمون، از پولمون، از هر چیزی. اما لحظه که بتونیم به دیگران ببخشیم و ازشون هیچ چیزی رو در ازا توقع نداشته باشیم، اون وقته که موفق شدیم، موفق شدیم بیشتر شبیه خدا بشیم. سلام میکنیم به شما دوست عزیز که روی خط با ما هستین، بفرمایید. الو بر گلنی کجام، درود بر شما. درود بر شما برادر مسیحا، خوب هستین؟ ممنون، خدا خوب که نیستم، سرما خوردم، دوباره زنگ زدم گفتم شفا بده خداوند، برای خواهرم دعا بکن شفا بگیره. حتما حتما، امیدوارم که حالتون به زودی خوب بشه. مرسی از اینکه سلام کردم. بعد تب و لرزم دارم، اگه تو شعر امشب لرزشی بود معذرت میخوام. نه خواهش میکنم، بفرمایید. خدا رو شکر که باز تونستین زنگ بزنید و ما صدای شما رو میتونیم بشنویم، بفرمایید. زنده باش خواهرم، چراغ امید، با هر نفس خدا را تمجید کن تو ای جان، جلال بده به نامش، به نام آن مهربان، تا بنده کن دلت را ز نور تابان او، تا اینکه در قلب او جا بشوی تو آسان، چون صخر استوار است جانی که در مسیح است، خجسته کن خودت را تا که شوی جاودان، نام مسیح قرین رحمت والای توست، او را طلب نما تا بر تو شود او عیان، نگاه او چراغ امید قلب‌های ماست، در اوست که تابان شود تاریکی‌های جهان، با گل لبخند عشق تمجید کن مسیح را، چون که عظیم است مسیح،
از این تر از آسمان. گر با مسیح راه روی دیگر نلغزی ای جان، مسیح جلال نور است چه در عیان چه پنهان. چون داوود با مزمور شادان پرستشش کن، تا که همیشه با عشق گام بزنی در ایمان. جلال برنام خداوند و خواهر خوبان دوستون داریم و خدا. مرسی، ممنون، شبتون خوش. بله، ما حتما برای برادرمون مسیحا دعا خواهیم کرد. امیدوارم که حالتون به زودی خوب بشه. من و همکارانم همیشه خیلی خوشحال میشیم وقتی صدای گرم شما رو میشنویم. باعث برکتی واقعا برادر مسیحا، خدا به برکت بده. خب دوستان عزیز، من بیشتر از این صحبت نمی کنم چون عزیزان به من میگن نیکو فقط 25 دقیقه مونده. با هم میریم یک موزیک ویدیو زیبای دیگه میبینیم، برمیگردیم، همچنان با شما دوستان عزیزم خواهیم بود. جای نرید. قرار هست خدا گریه راز ما بکند، مگر که وصله ناجور را خدا بکند. قرار هست بیای و سقف چکه کند،
و سیل خانه اندوه را ز جا بکند. قرار هست که طوفان شوی و سر برسی، مگر که فاصله را از زمین بلا بکند. خدا کند که بهار آفت دلم باشد و میوه میوه غم را ز شاخه ها بکند و از طراوت لبخند جامه میدوزم. قرار هست خدا گریه راز ما بکند. بله، شعر بسیار زیبای از الناز حقوقی. اشعار بسیار زیبایی هستن. من خیلی از این شعرها رو دارم. امیدوارم که شما دوستان عزیز از اونها همونقدر که من لذت میبرم لذت برده باشین. در کتاب مقدس در لوقا باب 18 میبینیم کلام خدا به ما میگه که اگر برای عیسی مسیح کاری رو انجام بدیم، برای خداوند زحمت بکشیم، در زحمت بیافتیم، خداوند تمام نیازهای ما رو حتما خودش برطرف میکنه و تمام اون چیزهایی رو که ما نیاز داریم، تجهیزاتی که ما نیاز داریم به همون میده و برکات خودش رو در زندگی های ما جاری میکنه. اگر شما باب 18 رو بخونید دوستان عزیز، در آیه 29 کلام خدا میگه عیسی فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. ما شاید توی این دنیا خیلی از سختی ها رو بکشیم برای خداوند، برای خدمت کردن به اون و خلق اون و برای پیشبرد اهداف خداوند. خداوند میگه هر وقت کاری رو برای من انجام بدی، من به تو برکت میدم و مطمئن باش که نیازهای تو رو برطرف میکنم. پس اگر خداوند ما رو میخونه برای کاری، احساس میکنیم خداوند عطیه خاصی بهمون داده، میگه توی این زمینه باید برای من خدمت بکنی، ولی خب ریسکای زیادی هست، خیلی از اون چیزایی که داریم و خیلی توشون راحتیم باید دل بکنیم، مثل کارمون، شاید خونمون، کشوری که توش زندگی میکنیم، باید از اونا دل بکنیم، حتی از خانوادهمون باید دل بکنیم و جدا بشیم بریم به مکان دیگه‌ای. کلام خدا میگه که تو من به تو پاداش میدم، چه در آخرت و چه توی زمین به تو کنت میدم. پس خیالمون راحت باشه که اگر برای خداوند دست به انجام کاری بزنیم، خداوند ما رو لنگ نمیذاره و حتما به همون کلی برکت میده. اما فایدهش چیه که ما این همه برکت ها رو بگیریم بعد یه بار نگیم خدایا شکرت؟ ما همش فقط میگیریم میگیریم میگیریم، لذت هم میبریم، ولی هر هفته که میریم کلیسا توی دعاهامون فقط برکت برای این میطلبیم، برای اون میطلبیم، خدای من این اینجوری شده، اینو خوب کن، اینو درست کن، خدایا این کار منم درست کن، خدایا یه پولی هم به ما اینجا برسی، یه برکتی بده، ما خونمون اینجوری شده، ماشینمون اینجوری شده، برای شغلمون هم یه برکت. ما همه اینا رو میطلبیم و خدا همه اینا رو به ما میده، یک بار نمیگیم خدایا شکرت. داستان مهندسیه که از بالای یک برجی میخواد یکی از کارگرا رو صدا بزنه. هر بار که از بالا کلی داد میزنه که طرف یه دقیقه بالا رو نگاه بکنه، اصلا انگار نه انگار. یه بار یه 10,000 تومانی از اون بالا، حالا 10,000 تومان در حقیقت 10 دلار بوده، 10 دلار از اون بالا میندازه پایین تا اینکه این کارگر یه بالا رو نگاهی بندازه. این کارگر این 10 دلاری از بالا که میرسه پایین میبینه و همینجوری نگاهش میکنه، میذاره توی جیبش، همینجوری راشو میگیره میره، بالا اصلا نگاه نمیکنه. مهندس عصبانی میشه ولی چی نمیگه. دفعه بعد میگه خب این دفعه دیگه بالا رو نگاه میکنه، یه 50 دلاری از اون بالا براش میندازه پایین، دیگه میبینه که خب این دوباره اومد 50 دلاری گرفت، اصلا یه نیم نگاه هم به بالا ننداخت، نگاهش کرد گذاشت توی جیبش، دوباره راشو گرفت رفت. دفعه بعد میدونی چیکار میکنه؟ یه سنگ از اون بالا میزنه ناقصش میکنه و بعد اون کارگر بالا رو نگاه میکنه. این هم شده حکایت ما. خدا هرچی برکت به همون میده، دریغ از این که یه نیم نگاه بندازیم به بالا بگیم خدایا شکرت، سپاس برای هر چیزی که به همون دادی، برای چیزایی که هر دقیقه داری به ما میبخشی، رایگان، چیزایی که این دنیا نمیتونه به ما بده، فقط تو به ما میتونی بدی و ما قدر اونا رو نمیدونیم. هیچی، لحظه ای باز نمیستیم بگیم مرسی، دست درد نکنه خدایا، شکرت که اینقدر حواست به من هست، اینقدر بزرگی و اینقدر لطف تو بیکرانه. من باید یه اعترافی هم بکنم. یکی از بزرگترین برکت هایی که من و شبکه 7 پارس داریم، همکاره عزیزی که در قاصدک با ما همکاری میکنن، کلن در شبکه 7 پارس همکاری میکنن و تلاش میکنن و واقعا تمامی توجه و تمامی وقتشون رو میذارن برای انجام این کارها و جلا دادن نام خدا. این برکت بزرگیه که من دارم و فکر میکنم برکت بزرگی هم هست برای همه شما دوستان عزیزی که دارین این برنامه رو میبینید. ما یک کلیپی رو
آماده کردیم برای شما دوستداران قاصدک. این کلیپ کوتاه، قبل از اینکه این کلیپ رو ببینیم تماشا داریم. سلام میکنیم به شما دوست عزیز. الو، سلام خرنکو. سلام، از کجا تماس میگیرین؟ من از تهران تماس میگیرم. از تهران، مرسی. شما خوب هستین؟ بفرمایید. قربان شما. ببخشید من میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. مرسی. و خیلی هم برنامه‌تون رو دوست دارم. همیشه شنبه ها ما منتظریم تا شما تشریف بیارین برنامه‌تون رو ببینیم. فقط یه درخواستم داشتم اگه لطف کنید. اینکه خب بالاخره شبکه شما برای تمام مسیحیان فارسی زبان جهان این دایره رو داره که برنامه اجرا میکنه و ما هم استفاده میکنیم. من خواهش میکنم به خاطر ما اگر لطف کنید کشیش ارتدوکس هم دعوت کنید به برنامه‌تون تا یک گفتمانی باشه بین همه فرق مسیحیت، چون ما در منطقه که هستیم بیشتر ارتدوکس هستن و دوست داریم که در برنامه شما هم صدای ارتدوکس ها شنیده بشه. خیلی ممنونم. برادر عزیز، قبل از اینکه قرض بکنیم من یه سوال از شما دارم. بله، ایشون چقدرم زود قرض کردن. تماس دیگری داریم. سلام میکنیم به شما دوست عزیز. الو، درود بر شما خواهر عزیز، بفرمایید. من سلام عرض میکنم به شما و خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم خواهر عزیزم. من میخواستم بگم که به نظر من بزرگترین برکتی که توی زندگی ما انسان ها هست و عیسی مسیح اونو هدیه داده به ما، برکت پدر و مادر هستش، که اگر اینها نبودن واقعا ما هیچ به هیچ جایی نمیتونستیم برسیم، هیچ موقعیتی نمیتونستیم به دست بیاریم. من فکر میکنم هر چقدر تاکید بکنیم روی این برکت بازم کمه و باید خیلی بهش توجه کنیم. موافقم، مرسی. نظر من هست در این خصوص و میخواستم یه درخواستی هم ازتون بکنم خواهرم. خواهش میکنم. اونم اینه که شبکه تو خیلی شبکه خوبیه، منتها من جای فیلم رو خیلی خالی میبینم. سریال هایی بخصوص ایرانی، حالا مثلا سریال های خیلی قشنگی تو ایران ساخته میشه که جذابیت زیادی میده به شبکه شما اگه پخش بشه و میتونه خیلی آموزنده هم باشه. خیلی هاشم تم معنوی و جالبی داره. سریال های مختلفی هستش که شما میتونید پخش کنید از شبکه. من پیشنهاد میدم که این کار انجام میدید به عنوان یکی از مخاطبان اصلی برنامه تون. مرسی که تماس گرفتی خواهرزم. چشم، حتما تا اونجایی که بتونیم به انتقادات و نظراتون ترتیب اثر میدیم. بله، مرسی که تماس گرفتین. من دوست داشتم از برادرمون سوالی بپرسم، بگم که برکتی که توی زندگی ایشون فکر میکنه بزرگترین برکت چیه که متاسفانه عزیزمون خیلی سریع قطع کردن. هیچ ایرادی نداره. مرسی از نظرات شما دوستان عزیزم. همچنین خواهرمون که میگه اگر که ما بخوایم سریال های فارسی که توی تلویزیون هست رو پخش بکنیم، متاسفانه ما نمیتونیم هر سریالی رو تهیه و پخش بکنیم به خاطر چارچوب برنامه ها و متون برنامه ها، مضمون برنامه ها، و معمولا برنامه هایی رو پخش میکنیم که نه فقط جذاب باشه بلکه بنا بشن در ایمانشون به عیسی مسیح. یعنی برنامه هایی که ما انتخاب میکنیم باید حتما هدف اونها برای رشد در ایمان مسیحیت باشه و سعی میکنیم بیشتر در این راستا قدم برداریم و برای شما دوستان عزیز تا حد امکان برنامه هایی با متن‌ها و موضوعات خیلی خوب و بناکننده رو تهیه و پخش بکنیم. حتما نگاهی میکنیم به انتخاب‌های دیگه، به سریال‌های دیگه، ببینیم تا اونجایی که میتونیم حتما برنامه‌هایی که بار معنوی بسیار خوبی رو داشته باشه برای شما دوستان عزیزم آماده و پخش بکنیم. مرسی که برنامه‌ها رو تماشا میکنید. اجازه میدین از نظرات قشنگتون، انتقادات مثبتتون استفاده بکنیم تا اینکه همچنان پیشرفت بکنیم و با امید خدا بتونیم پیام خوش انجیل رو به همه خونه هایی که فارسی صحبت میکنن برسونیم. خب من داشتم میگفتم امشب برای شما یک کلیپ خاص داریم. ما از پشت صحنه قاصدک عزیزان زحمت کشیدن، یک کلیپ خیلی کوتاه رو آماده کردم برای شما دوستان عزیز که برنامه قاصدک رو خیلی وقته که تماشا میکنید و این برنامه رو دنبال میکنید. جا داره قبل از اینکه این کلیپ رو پخش بکنیم بگم که امروز 104مین برنامه زنده قاصدک رو ما برای شما داریم اجرا میکنیم. در حقیقت میشه 2 سال تمام، 2 تا 52 هفته میشه 2 سال تمام که قاصدک به لطف خداوند تونسته هر شنبه شب با شما عزیزان باشه. این نه تنها برکتی برای من و همکارانم در پشت صحنه قاصدک و 107 پارس هستش، بلکه مطمئنن
برکتی برای عزیزان بسیار دیگری هم هست و خداوند رو شکر میکنیم که اجازه میده خدمتش بکنیم، اجازه میده که از اون یاد بگیریم، در کنار شما دوستان عزیزم باشیم هر کجا که هستین، چه در ایران، چه افغانستان، چه در تاجیکستان و چه در هر جای دنیای دیگه که زندگی میکنید. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این برکت، به خاطر این فرصت، به خاطر این تجهیزات که میتونیم با شما دوستان عزیزم باشیم و از همدیگه، از کلام اون بنا بشیم. این لحظه ها، این ساعت ها به نظر من ارزش بسیار بالایی داره و باشه که قدر اونها رو بدونیم و از این فرصتی که با هم داریم به خوبی استفاده بکنیم. میریم این کلیپ قشنگ رو میبینیم، برمیگردیم، با شما عزیزانم هستیم، با ما باشید. بله، مرسی از شما دوستان عزیز که این کلیپ رو با ما تماشا کردین. این رو عزیزمون که خیلی زحمت میکشه هم در برنامه قاشق هم در برنامه‌های دیگه، برادرمون مجید آماده کرده. خدا رو شکر به خاطر وجودش، به خاطر علاقه‌ای که به خدمت به خداوند داره و به خاطر همه تلاشش و همه اون چیزای مثبتی که وارد تیم ما میکنه و واقعا تیم ما رو قوی‌تر کرده. خدا رو شکر به خاطر همه عزیزانی که زحمت میکشن. باب 107 مزمور، مزامیر ببخشید، مزمور 107 مزامیر آیه 1 میگه خداوند رو سپاس بگویید زیرا که نیکوست و محبت او پایدار و ابدی است. من عاشق این آیه‌ام، نمیتونم چقدر بگم که این آیه رو دوست دارم. خداوند نیکوست و محبتش پایدار، هیچ وقت از بین نمیره و ابدی است. کلام خدا خیلی آیه های قشنگی داره و آدم نمیدونه کدومشون رو انتخاب بکنه که بگه من فقط همین یه دونه رو دوست دارم، ولی این یکی از اون آیه هاییه که در بدترین شرایط وقتی که به یادش میاریم همه غم و غصه هامون در همون لحظه میشه از یادمون بره، چون خدایی رو داریم که محبتش ابدیه. یک روز دوتا دوست با هم و با پای پیاده از جاده در بیابان عبور میکردن. بعد از چند ساعت سر موضوعی با هم اختلاف پیدا کردن و به مشاجره پرداختن.
وقتی که مشاجرشون بالا گرفت، ناگهان یکی از دو دوست به صورت دوست دیگر سیلی محکمی زد. بعد از این ماجرا آن دوستی که سیلی خورده بود بر روی شنهای بیابان نوشت: امروز بهترین دوستم به من سیلی زد. سپس به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. چون خیلی خسته بودند تصمیم گرفتند که همانجا مدتی در کنار برکه به استراحت بپردازند. ناگهان پای آن دوستی که سیلی خورده بود لغزید و به برکه افتاد. کم کم او داشت غرق می شد که دوستش دستش را گرفت و او را نجات داد. بعد از این ماجرا او بر روی صخره‌ای که در کنار برکه بود این جمله را حک کرد: امروز بهترین دوستم مرا از مرگ نجات داد. بعد از آن ماجرا دوستش پرسید: این چه کاری بود که تو کردی؟ وقتی سیلی خوردی روی شنها آن جمله را نوشتی، اما وقتی جانت را نجات دادم و روی تخت سنگی آن را حک کردی. دوستش جواب داد: وقتی دلمان از کسی آزرده می شود باید آن را روی شنها بنویسیم تا بادهای بخشش آن را با خود ببرد، ولی وقتی کسی به ما خوبی می کند باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را به فراموشی بسپارد. واقعا باشه که خوبی های همدیگر رو همیشه به خاطر داشته باشیم و همدیگر رو توی زندگیمون برکت بدونیم. در این چند دقیقه آخر، همونطور که گفتم، تعداد شعرهایی که من دوست دارم برای شما دوستان عزیزم بخونم خیلی زیاده. اگر که بتونید این اشعار رو توی دست من ببینید میفهمید که تعدادشون خیلی زیاده و من نمیدونم هر بار چقدر فرصت میشه که اینا رو با شما دوستان عزیزم در میون بذارم. در آخر دوست دارم از فریدون مشیری، یک اشعاران مورد علاقه من، شعر بسیار زیبا رو بخونم که میگه: گفته میشد که هر که با ما نیست با ما دشمن است، گفتم آری این سخن فرموده اهریمن است. اهل معنا اهل دل با دشمنان هم دوستند، ای شما با خلق دشمن قلب هاتان از آهن است. بله، امیدوارم که در طول زندگیمون نه تنها برکاتی رو که خداوند بهمون میده ببینیم، چشممون رو باز بکنیم و اونها رو به عینه ببینیم و شکرگزار باشیم، بلکه اگر این همه برکت توی زندگیمون گرفتیم خودمون هم مایه برکت برای زندگی دیگران باشیم. وقتی که به دیگران برکت میدیم، از وقتمون، از مالمون، از هر چیزی که خداوند در اختیارمون گذاشته به دیگران هم میدیم، میبخشیم و با اونها وقت میذاریم، دلسوزی میکنیم، همدردی میکنیم، کمک میکنیم، باعث پیشرفت بقیه میشیم، باعث تشویق بقیه میشیم، ما در حقیقت به اونها اعتبار دادیم، ما در حقیقت عزیزانمون رو بالا بردیم و به اونها احترام بیشتری گذاشتیم، باعث برکت اونها شدیم. باشه که توی زندگی هامون فقط افرادی نباشیم که خدا رو شکر میکنیم برای برکاتمون، بلکه افرادی باشیم که دیگران هم خدا رو شکر میکنن به خاطر ما که به ما برکت داده خدا و برکات ما به اونها هم رسیده. باشه که ما همدیگر رو برکات بزرگی بدونیم و در طول زندگیمون قدر این لحظاتی که با هم داریم رو واقعا بدونیم، از همدیگه به طور خیلی مثبت همیشه به همدیگه نگاه بکنیم، از همدیگه یاد بگیریم. وقتی با همدیگه وقت میذاریم به جای اینکه همیشه به ضعف‌های همدیگه نگاه بکنیم، به نکات مثبت همدیگه که مایه برکتن نگاه بکنیم و باشه که اونها همیشه مد نظر و تمرکز ما باشه. روزهای خیلی قشنگی رو خدا بهمون داده. اگه 20 و چند سالمونه، 30 و چند سالمونه، 40 و چند سالمونه، هر سنی که داریم، هر چند سال که عمر کردیم، اینا برکات بزرگی بوده که خداوند نصیب ما کرده و خدا رو شکر که همچنان به ما برکات‌های بزرگی رو میده، مثل وقتمون، مثل سلامتیمون، مثل پدر و مادرمون، مثل شغلمون، مثل سقفی که بالا سرمونه، هر چیزی که توی زندگیمون داریم، غذایی که می‌خوریم. اون روز من انقدر گرسنه بودم به مادرم گفتم چقدر گرسنگی چیز بدیه. مادرم گفت یادت نره که سفره‌های خالی دعا بکنی و فراموش نکنیم این برکت‌های بزرگی رو که داریم. حتی روزی که خیلی ناراحتیم بیایم به این خاطر، به این فکر باشیم و خاطرمون جمع باشه که ما از خیلی دیگه چیزای خیلی بیشتری داریم که باید به خاطرشون شکرگزار باشیم. خیلی‌ها وقت ندارن، خیلی‌ها سلامتی ندارن و ما این برکت‌های بزرگ رو داریم. پس شکر گذار باشیم و این روزای بد رو که صبح از خواب بیدار میشیم و اعصابمون خورده، فکر میکنیم هیچی تو زندگیمون نداریم، رو از بین ببریم، بیایم نابودشون کنیم توی زندگیمون و دیگه هیچ وقت از این روزا نداشته باشیم. به جای صبح که بیدار میشیم، حتی اگر یک لحظه هم احساس ناراحتی میکنیم، بدونیم که برکت زیادی داره که به خاطرش خوشحال باشیم.
من عذرخواهی میکنم از شما عزیزانی که تماس گرفتید با ما، خصوصا برادری که از افغانستان با ما تماس گرفتن ولی نتونستن با ما صحبت بکنن. هفته آینده ساعت 9 شب به وقت تهران همچنان با شما دوستان عزیزم هستیم. با امید خدا امیدوارم که هفته آینده برنامه قاصدک رو دنبال بکنید و در طول هفته هم شما دوستان عزیز میتونید از طریق اس ام اس، فیسبوک و همچنین وبسایت ما و تلفن های تماسمون با ما در تماس باشید. مرسی از همه شما دوستان خوبی که ما رو یاری کردید تا به این ساعت از شب. هفته پر از برکت و شادی رو برای شما دوستای خوبم هر جای دنیا که هستین آرزو میکنم و دعا میکنم که همیشه شاد و خرم باشین. تا یک روز زیبای دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون عزیزم.